زدن و اینجور داستان ها. در آزمون ها غیبت نکنید. حتما دفتر برنامه ریزی داشته باشید. چرا که اون خروجی ثبتش نشون میده تو مسیر هستید یا نه. دفتر برنامه ریزی بسیار مهمه. برنامه‌تون رو تیک بزنید، برنامه‌تون رو یادداشت کنید، تعداد تستاتون رو بنویسید. اینا باعث میشه پیشرفت کنید. نکات عملیاتیه. لطفاً نکته تست هاتون تلمبار نشه. شما نکته تست ها رو نوشید، باز من میبینم یه سری میگه آقا آفلاین میبینم. آفلاین میبینم. آقا از این آفلاین دیدن، از این آفلاین دیدن خیر ندیدید دیگه. کدومتون خیر دیدید؟ آنلاین ببینید کلاستون رو. بشینید قشنگ همون تایمی که دبیر داره درس میده بشینید، انرژی حضوریش هم میرسه بهتون. چون من اعتقاد دارم انرژی من الان به شما میرسه. دوز مدرسه کم شود. دوز مدرسه کم بشه. دوز مدرسه کم بشه یعنی چی؟ یعنی دیگه اگه کلاسی داری نکته تست میری، اگه اینجا داری کلاس میای، اگه اینجا کلاس دبیر خیلی حرفه‌ای داری میای، دیگه یواش یواش مدرسه تو کم کن. حسین آزمون اون تیکه‌ای که میرسی رو برو امتحان بده. حسین عزیزم اون تیکه‌ای که خوندی رو برو، چون تمرین مهمه. من گفتم آزمون یه بخش نالج دانشه، یه بخش اسکیل مهارته. خب تو برو مهارت رو تمرین کن، تو زمان زدن رو تمرین کن، تکنیک های شناخت محور توی یکی از ویدیوها توضیح دادم، برو ببین اونو انجام بده. بله اگه نکته تست میرید، نکته تست های از اسفند و دارید باهاش میرید جلو، میتونید کم کم در واقع کلاس های دیگتون رو که اگه زیاد مونده داره رو ول کنید. امید رضا به جای چی کار کنی؟ اینو دقیق به من بگو. نیم نگاهی به نهایی ها. کسی که سوال میکرد مبین بود سوال میکرد راجع به نهایی ها. بچه ها نهایی خیلی متفاوت نیست با این چیزایی که دارید میخونید. کانسپت یه چیزه، فیزیک حرکت دینامیک نوسان اتمی هسته‌ایه. این نیستش که تو نهایی، این نیست که تو نهایی مثلا راجع به این باشه که چه میدونم موشک هوا کنیم، اینجا راجع به حرکت دینامیک. یکیه کانسپت، حالا اونجا باید حل کنی، اینجا میتونی از تکنیک های راه سری استفاده کنی. اوکی بچه سوالاتونو جواب میدم آخرش یه ذره. آزمون یه دونه کافیه، همون قلمچی اگه میدید کافی. آزمون زیاد خوب نیست، میتونید آزمون های دیگر تو خونه خودتون حل کنید. پس نیم نگاهی به نهایی ها بندازید بچه ها، نیم نگاهی به نهایی ها بندازید بچه ها. بذارید من سوالاتونو جواب میدم، اجازه بدید سوالاتونو جواب. یا اما خب نیم نگاهی به نهایی ها بندازید. یعنی چی نیم نگاهی به نهایی ها بندازیم؟ یعنی یواش یواش تو درسایی مثل زیست، مثل فیزیک، مثل شیمی ریاضی نمیخواد. انسانی ها اکثر درساشون ادبیات، عربی، تاریخ، جغرافی، یواش یواش کتاب درسی رو هم زیادتر. مثلا میگم مثلا روزی 20 دقیقه بذارید سوال تشریحی، سوالای آخر فصل نیم ساعت بذارید اونا رو حل کنید. نیم نگاهی به نهایی داشته باشید. کاربردی بخونید. کاربردی بخونید یعنی چی؟ یعنی چیزی که نمیفهمید و نخونید، چیزی رو بخونید که کنکور بدونید تستشو میزنید، چیزی رو بخونید که بدونید تو کنکور تستشو میزنید. کاربردی بخونید و تست زماندار و شبیه سازی کنکور زیاد انجام بدید. تست زماندار و شبیه سازی کنکور زیاد انجام بدید تو خونه. من همیشه به بچه‌ها میگم، میگم کسی که میخواد والیبال بازی کنه باید والیبال بازی کنه، والیبالش خوب شه. بدن سازی اگه مثلا بره هیچ وقت والیبالش خوب نمیشه. بعضیا هی در حال خوندنن، آقا دو تا تستم بزن اون وسط، زمانم بگیر داری تست میزنی. پس اینا توصیه های عملیاتی. غیبت نکنید، دفتر برنامه‌ریزی داشته باشید، نکته تستا تنبار نشه، دوز مدرسه کم شه، نیم نگاهی به نهایی ها شروع بشه، کاربردی خونده شه، تست زماندار زده شه و شبیه سازی بشه. توصیه های ذهنی چیه بچه؟ توصیه های ذهنی. بله مبین حتما موفق میشی. هر کسی که درس خونده یکم تا حالا خوب نخونده، از اینجا به بعد خوب بخونه قبول میشه. حتی اگه تا اینجا خوب نخونده ولی خونده. خب توصیه های ذهنی چیه؟ توصیه های ذهنی بچه، توصیه های ذهنی. به نتیجه فکر نکن. ما کوهنوردی هستیم که در مسیر رسیدن به قله است و ایستگاه آخریم، حمله آخر شب و روز آخر
از ایستگاه آخر میخوایم بریم قله. دیگه قرار نیست هر دقیقه فکر کنیم میرسیم نمیرسیم. ما وسط مسابقه